ناپذیرها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. مو برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها در روز پنج شنبه دوم آذر ماه برابر با 23 ماه نوامبر در خدمت شما هستیم. بحث امروز ما عطف است به مباحث گذشته پیرامون ویژگی های یک سیاستمدار حرفه‌ای از منظر ماکس وبر. به جایی رسیدیم که به بحث صلاحیت، شایستگی و توانایی به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم امر سیاسی و کارگزاران امر سیاسی پرداخته. سعی کردیم مشروعیت رو از منظر وبر بررسی کنیم و نگاهی بیاندازیم به یکی از رساله‌های دورانساز در تاریخ انقلاب‌ها و آن هم رساله عقل سلیم نوشته تاماس پین که در 1776 او رو به رشته تحریر درآورد. البته او سعی میکنه به مشروعیت‌های سنتی یعنی دین و سلطنت با نگاه منتقدانه نگاه بکنه و از قبل اندیشه‌های او هست که امروز امریکایی وجود دارد با این ویژگی‌ها. البته در کنار او افراد شاخص و برجسته دیگری هم بودن، نظریه پردازان، سیاستمداران و نیروهای نظامی که تحت فرماندهی جورج واشنگتن سعی کردند در برابر نیروهای متخاصم یعنی سربازان پادشاه انگلستان بایستند. هدف از بازخوانی این رساله برای ما این است که بدانیم مسئولیت ما در ساخت جامعه‌ای که پیش روی ماست بسیار برجسته است. اینکه پدران ما چه کردند قطعا آثار و عواقبش به ما رسیده، اما آنچه که ما میسازیم نزد آیندگان مسئولیت ما رو و قوه داوری اونها رو در پی خواهد داشت. یعنی اونها بعدها نگاه خواهند کرد که پدران اونها 50 سال قبل چه میاندیشیدن، چه میگفتن و امروز اگر دچار مشکل هستیم از چه روست. امروز وقتی آثار روشنفکران عصر مشروطه رو میخوانیم تفاوت میکنه برای ما آخوندزاده ها، میرزا آقاخان کرمانی ها با شیخ فضل الله نوری ها. و امروز داوری میکنیم نسبت به روزنامه های روشنگرانه آن عصر با منبرهای شیخ فضل الله و فتواهای تحریم او، با رساله هایی در حرمت مشروطه از او. بنابراین امروز هم رسانه ها همون نقش رو دارن. یعنی 50 سال بعد این رسانه ها داوری میشن که کدام یک از این رسانه ها سعی میکرده کار انتشار عقاید روشنگرانه رو در درون جامعه تزریق بکنه و بالعکس کدام رسانه ها سعی میکردن مردم رو در ادبار، نکبت و بدبختی نگه دارن. مسئله اساسی این است که ما در طیف کسانی هم که به دنبال حفظ ادبار مردم هستند هم دارای نخبگانیم. یعنی روحانیت هم برای خودش نخبگانی داره، نخبگانی که خرافات رو تئوریزه میکنن، مردم رو به وضعیت مؤمنانه دعوت میکنن، تئوریزه میکنن که انسان دارای عقلانیت نیست، نیازمند یک کمک از جای دیگری است، فهم همه متون رو نداره بلکه متون الهی وجود دارن که فهمش رو ما روحانیت بلدیم و بنابراین سعی می کنند به واسطه یک دانش در یک محدودهی بر مردم انقیاد و سلطه ایجاد کنند. بنابراین نخبگان نکبت ساز هم داریم. شما اگر به قبل از انقلاب 57 برگردی افرادی مثل شریعتی ها همین کار رو می کردن. یعنی سعی می کردن مردم رو در یک فضای خرافی دینی نگه دارن، یک ایدئولوژی دینی بسته ای رو با تلفیق نسبت به برخی مفاهیم مثل سوسیالیسم و آن چیزی که آموخته بودن ترکیب کنن و زائقه مردم رو بنابر اون دیدگاه خودشون شکل بدن.
امروز هم در جمهوری اسلامی نخبگانی وجود دارند. مدارس مختلفی که از سوی جمهوری اسلامی داره بودجه های متعددی هست و هر روز هم بر این بودجه ها افزوده میشه و این مدارس افزایش پیدا کرده. هر روز هم شبکه های مختلف مربوط به جمهوری اسلامی رو شما میبینید. زمانی چند شبکه در داخل ایران بود، امروز روحانیونی رو میبینید به زبان انگلیسی، به زبان اسپانیایی در حال ترویج و تبلیغ ایدئولوژی اسلامی، شیعی و ولایت فقیه هستند. انسان امروز در بمباران اطلاعات به سر میبره. بنابراین برای اینکه وضعیت جامعه تغییر کنه نیاز هست صداهای متعدد و متنوع شنیده بشه، عقلانیتی در جامعه شکل بگیره و مردم سرنوشت خودشون رو شکل بدن. کار امروز کمی آسانه، شبکه های متعدد وجود دارن. امروز هر کسی برای خودش میتونه یک شبکه ای رو دایر بکنه و دیگه رسانه ها هم در انحصار سرویس های خاصی نیستن که امروز به راحتی میشه از دل یک شبکه خاص بسیار کوچک صدای آزادی رو فریاد زد، چیزی که در گذشته بسیار دشوار بود. از اینجاست که افرادی مثل اتین دولابویتی که ما عرض کردیم معتقد فریب و گمراهی است مقدمه اسارت و بردگی. یعنی انسان اسیر نمیشه، برده نمیشه مگر اینکه توسط شخصی فریب خورده باشه. فریب به این معنا که نقش او رو در جامعه انسانی به عنوان یک جنس دوم و زیر دست تعریف کرده باشه. بگه شما افراد عامی هستید، توانایی تعقل ندارید، قدرت حفظ امنیت خودتون رو ندارید، بنابراین نیازمند یک انسانی هستید دارای یک عقل جامع که به شما کمک، دارای یک نیروی سلحشوری که به شما کمک. اگر بدانیم سیاست انقیاد و بردگی از جهل و گمراهی است، بنابراین سعی خواهیم کرد مقدمه اون رو مرتفع بود. بدون فوت وقت بریم به سراغ ادامه بحثی که تاماس پین آغاز کرده. در نوبت پیشینی که دو فراز از اندیشه های او رو از کتاب عقل سلیم خواندیم، امروز هم به این بحث ادامه خواهیم داد، پیرامون اون هم به شرح و تبیین مسئله خواهیم پرداخت. خب تاماس پین ادامه میده بحثش رو برای مردم امریکا که ریشه انقیادی که خیلی ها گرفتار اون هستن از کجاست. اون نگاهش رو به کارگزاران وصل نمی‌کنه. نمیگه اینها نمایندگان مجلس آدم‌های بدی هستن، بلکه سعی می‌کنه مبنا و مشروعیت یک پادشاه رو که از سنت گرفته میشه به چالش بکشه. امروز هم ما این مسئله رو داریم، یعنی مغالطه عدم تعرض به اصول. یعنی عده‌ای سعی می‌کنن مسئله حجاب رو به فقها نسبت بدن که این فقها هستن که این رو آوردن، در حالی که حجاب در قرآن آمده، در سنت پیامبر وجود داره. اما چون پرداختن به اون اصول خطرناکه، بنابراین همه مشکلات رو میندازیم به گردن فقها. بسیاری از مشکلات اجتماعی ما ریشه‌اش برمیگرده به یه ایدئولوژی. این افراد کارگزاران اون ایدئولوژی هست. ایدئولوژی سعی میکنه جهانبینی افراد رو شکل بده، نحوه زندگی اونها رو شکل بده، نحوه مواجهه اونها رو با پدیده ها شکل بده. آقای تیسماننو در کتاب اهریمن در تاریخ نشان میده که تفاوتی بین لنین با استالین نیست. حالا ممکنه لنین کمتر جنایت کرده باشه که اون هم دلایل خاصی داره، چون هنوز ساختارها شکل نگرفته، هنوز اون کمونیست ها یا مارکسیست ها یا گروه های مغایر و مخالف او که در انقلاب شرکت کردن پابرجا هستند. این زمان میبره که یک رهبر انقلابی، البته میدانید خود لنین هم بعدها انقلاب رو به دست گرفت، زمانی که کرنسکی و دیگران توانستن روسیه تزاری رو کنار بزنن، بعد او توسط بولشویک ها و دیگران توانست از اون سازماندهیش استفاده کنه و انقلاب رو به عهده بگیره. حالا بحث بر سر اینه که
استالین و لنین از منظر آیتیس ماننو کسانی هستند که کارگزاران یک ایدئولوژی هستند. بنابراین نباید فکر کنیم که استالین اگر جنایت کرده انحراف ایجاد کرده در اندیشه های کمونیستی. نه، ایده های کمونیستی با آن نگاه دستوری طبیعیه مخالفین خودش رو مغایره با اهداف میدونه، میگه هدف جامعه ما اینه. دی کسی صدای دیگری میگه ظاهرا به دنبال خدشه بر اون آرمان های انقلاب ماست، باید حذفش میکنیم. زمانی که رهبری تازه به قدرت میرسه این فرصت ها کمتره تا ساختارها ایجاد بشه، گروه های پیرامون او دوام و قوام پیدا بکنن و بعدها شما به راحتی میتونید کارهای تصفیه رو انجام بدید، چیزی که در زمان استالین رخ داد. ما ماهیت لنین با استالین تفاوت نمیکنه، از یک ماهیت برخوردارن، همشون به دنبال ساخت یک جامعه آرمانی هن طبق دیدگاه خاصی. از اینجاست که آیا آیزه یا برلین یه تعبیر جالبی داره، اون خطر وحدتگرایی است. ایشون اشاره میکنه که در گذشته خدایان زیادی بودن، هر قومی هر قبیله خدایانی داشت، برای خدای خودش قربانی میکرد، چون اون خدا رو حاکم بر سرنوشت خودش میدید و میدونست که فردا در برابر خدا مسئوله، ممکنه خدا خشم بگیره که چرا رفتاری که مطلوب من هست رو انجام ندادی. عزیزترین افراد خودش رو قربانی میکرد در راه خدا. شما داستان ابراهیم و کشتن اسحاق یا اسماعیل رو میدونید به عنوان ذبیح خدا. این برای این است که خداوند خوشنود بشه، خدایی که در دمی میتونه من رو از زندگی ساقط کنه. آقای برلین معتقد است که امروز خدایان معنا ندارن در امر سیاسی، اسم ها معنا دارن، یعنی اسم ها به عنوان ایدئولوژی هایی که جای خدایان رو گرفتن، کمونیسم، فاشیسم، نازیسم، ناسیونالیسم و خیلی چیزهای دیگر. حالا این ناسیونالیسم رو ممکنه ایدئولوژی ندانن، یک سبک فکری بدانن، ولی مقصودم این است از دل همه اینها یک خدایی بیرون آمده، یعنی ایدئولوژی که جای خدا نشسته به من میگه چه بکن چه نکن. و بعد بقیه اسم ها باطلن، چون حق ماییم. حقیقت در کمونیسم یکیست، دهتا نیست، نقطه دیگر رو به رسمیت نمیشناخت. خب چه میکنه؟ حذف میکنه، همون گونه که خدایان حذف میکنه. توحید، من همیشه عرض کردم، یکی از وحشتناکترین دیدگاه هایی که یک انسان میتونه به اون باور داشته باشه توحید. اولین اصل مورد قبول مسلمان توحید. توحید یعنی خدا یکیست، حق یکیست، کلام یکیست، حکم یکیست، لا حکم الا لله. یعنی به اون باور داری، بنابراین تفکرات دیگر رو به رسمیت نمیشناسی، اندیشه های دیگر رو قبول نداری، خدایان دیگر رو قبول نداری، فقط من رو قبول داشته باش، فقط من رو بپذیر. در یهودیت هم همینه، فرمان موسی یهوه یا اون الوهیم به صراحت به موسی میگه جز من حق نداری خدای دیگری اختیار کنی. بنابراین تنوع خدایان و سبکهای زندگی دیگه پذیرفته نیست. نتیجهش چه میشه؟ عزو گروه های دیگه. این که تفکرات دینی مثل اسلام دست گشادهی در کشتن دیگران دارن حاصل همین تفکره. دی پیامبر اسلام اشاره میکنه عمر تو ان اقاتل الناس، یعنی آمدم که مردم رو بکشم، مگر اینکه بگوین لا اله الا الله محمد رسول الله و نماز و زکات برپا دارن، داستان معلومه دیگه، اندیشه دیگری اجازه نداره. آقای آیزر برلین معتقده که ما شاید اینها رو درک نمی کنیم که خدایان انسانهای ابتدایی تغییر کرده، امروز انسانهای سیاسی خدا می سازن، خدای اونها اسم هاست و در قالب اون اسم ها
تئوری های خودشون رو شکل میدن، ابزارها رو میسازن، ساختارها و نهادها رو شکل میدن و بعد مردم رو دسته دسته به اردوگاه های مرگ میفرستن. چیزی که در شوروی کمونیستی دیدید، چیزی که در آلمان نازی دیدید، چیزی که در جمهوری اسلامی دیدید. هر کجا اسم ها قطعیت پیدا کردن، خطر رو در این خدایانی هستن که ما حتی عزیزترین افرادمون رو براشون قربانی میکنیم. ما وقتی داستان ابراهیم رو میشنویم میخندیم، میگیم مگر میشود انسانی به خاطر خدای خودش که در خواب دیده از او توقع قربانی داره پسر خود رو ببره و با چاقو گردنش رو بزنه. ما در جمهوری اسلامی فقهایی داریم که برای ایدئولوژیشون پسران خودشون رو اعدام کردن. یعنی همون کار احمقانه ابراهیم رو اینها به طریق دیگری انجام دادن، از طریق اعدام، قتل حکومتی، قتل ایدئولوژیک. شوروی کمونیستی نگاه کنیم چه اندازه در سران حزب کمونیست نزدیکترین افراد خودشون رو کشتن، حتی پیش قدم شدن برای اینکه از سوی همکیشان خودشون متهم به مسامحه نشن. مثلا نگه سلیمانی امیری نسبت به تخلف پسر خودش بیخیاله، به آرمانهای حزب داره خیانت میکنه. قبل از اینکه اصلا ماموران کاگبه و دادگاه و گروه های چکا و اینها بیان دنبالش، من خودم میکشمش. یعنی اونها در رو باز کردن بفهمن سلیمانی چقدر در خدمت ایدئولوژی فاشیست در نازیسم از این چیزا کم نداشتیم. خانواده هایی که قربانی اسم ها میشن، بنابراین بسیار پر اهمیته که ما در کجای تاریخ ایستادیم، چه کسانی سرنوشت ما رو رقم میزنن، چه کسانی برای ما خدایان جدید سیاسی ساختن. اینجاست که اهمیت آزاداندیشی درک میشه. برگردیم سر بحث با اون مدی که آقای تاماس پین برای ما به یادگار گذاشته. خب ایشون ادامه میده، تعصب انگلیسی ها، خودش هم انگلیسی است یعنی از جای دیگری نیامد، بنابراین پروژه بگیر نیست. اخیرا چون مد شده هر کسی بر علیه دین صحبت میکنه احتمالا پروژه بگیر وهابیون و صهیونیستا و بهایی ها و اینهاست، هر کسی هم بر علیه یک نهاد دیگر سنت صحبت میکنه مثل نهاد پادشاهی پروژه بگیر جمهوری اسلامی و صفا و ایناست. آقای تاماس پین احتمالا پروژه بگیر نیست، اما داره صحبت میکنه در مورد تو موقع فکر نمیکنه پروژه ها معنا داشت، ولی سوء نیتی نسبت به انگلستان نداره و سعی میکنه بر اساس این مسئله مطلبش رو تغییر. خب تعصب انگلیسی ها نسبت به پادشاه، اعیان و نمایندگان مجلس عوام بیشتر ناشی از غرور ملی است تا خردمندی. یعنی میگه شما مجلس عوام دارید، خب میدانید مردم حق دارن نسبت به زندگی خودشون تصمیم بگیرن. ما وقتی به دوران پادشاهان میرسی، نسبتی که شما به علاقه برای پادشاهان قائلید، اینا بیشتر حاصل غرور ملی است. یعنی میگید آقا تا بوده همین بوده، این سنت ما، این هویت ما. اما وقتی با اولین پرسش مواجه میشید، میبینید استدلال ها دیگه نم میکشه، دیگه فاقد موضوعیت میشه. ما پیشتران مغالطه توسط به سنت رو داشتیم، در برنامه پیشنه مرز کردیم اگر واقعا سنت ها اینقدر اهمیت دارن، چرا ما دنبال حقوق بشریم؟ بریم سراغ سنت های خود. چرا دنبال انقلاب زن زندگی آزادی هستیم؟ مگر از سنت ما زنان چیکاره بودن؟ هیچ، ناقص العقل هایی بودن در خانه. این تفکر حاکم بود که زنان اینطوری هست. هویت زن این که در خانه بشینه، فرزند آوری بکنه، در حجاب باشه. بسی که نباید بگید ما انقلاب زن زندگی آزادی میخواییم. مثلا آزادی، مگه در
یک مسلمان اصلا آزادی داره؟ نه، مقید به احکام شرع. همینطور عقبتر برید، افرادی که در ایلات بودن، هرچه رئیس ایل میگفت باید گفتن چشم، درگیر سنت های خودشون بود. پس گاهی متوجه نمیشیم چه میخواییم، مقدماتش چیه، وسیله رسیدنش به کجاست. شما اگر امروز بخواید برید به استرالیا، نمیتونید با دو چرخه برید، چون یه جایی به اقیانوس برخورد میکنید، تا یه جایی میرید، اما بعدش باید وسیلتون رو عوض کنید. برای رسیدن به جهان مدر تا یه جایی با سنت پیش اومد، اما یه جایی بعد از سنت پیاده شد، سوار ارزش‌های دیگری شد. انسانی که نمیدونه چه میخواد همین گونه است. بدون تهیه مقدمات عازم سفر میشه. یکی از مشکل عمده ای ما که به توسعه نمیرسیم همین، چون نمیدونیم چی میخوایم. توسعه میخوایم، اما اون جایی که وظایف و مسئولیت ما هست حاضر نیستیم به عهده بگیریم. حاکمان ما حاضر نیستن دست به توسعه بزنن. تا یه جای خوبه، مردم، نخبگان، اما من نه. جایگاه من باید دست نخورده بمونه. نخبگان جامعه هم تا یه جایی توسعه رو دوست داره. وقتی بفهمن که میخوایم رقابت کنیم با گروه های دیگه، میگن نه. مردم هم همینطور. میگیم آقا باید همت بکنید، میگن نه آقا تو به ما نداره، یکی منجی بیاد، یک شخصی بیاد جامعه ما رو به خیر و صلاح ببره، ما تکون نخوریم. همین امریکایی که ما داریم صحبت میکنیم چند سال درگیر جنگ با انگلستان بود برای آزادیش. جنگ های متعددی رو از سر گذرانده که حفظ بکنه این آزادی و وارستگی. در انقلاب مشروطه بزرگان زیادی پا به عرصه گذاشتن. همه جا در جوامع مختلف اشتباهات هست، پیروزی ها هست. ما اشتباهات باید سبب درس گرفتن باشه و پیروزی ها باید امید ما رو بیشتر بکنه. خب بنابراین با کنار زدن همه تعصبات و غرور ملی نسبت به صورت ها و سبک ها، حقیقت اوریان این است که ساختار تشکل مردم، یعنی همون مجلس عوام و نه نظام حکومتی انگلستان، سبب می شود تا در این کشور پادشاه نتواند به اندازه سلطان عثمانی مستبد باشد. در واقع در یک سیستم سیاسی شما نهادهای مختلف دارید. اون نهادی که سبب رشد جامعه هست از نظر اندیشمندان حوزه سیاسی و بی‌قضائیه نیست. اون تصمیم گیرنده نیست. چون مجری نیست، او فقط قوانینی که توسط مجلس تصویب شده رو به عنوان یک حکم، به عنوان یک داور اجرا می‌کنه. در هیچ کجا نگفتن که قوه قضاییه وظیفه توسعه رو داره، اما دولت وظیفه توسعه داره، مجلس وظیفه توسعه رو داره، چون تصمیم گیرنده است، حدود و اختیارات رو تعیین. توماس پین معتقده که در این سیستم حکومتی که نهادهای مختلفی در اون هست، اون بخشی که باعث میشه پادشاه این کشور مثل سلطان عثمانی مستبد نباشه، هر کاری دلش بخواد انجام نده، مجلسه. مجلسی که اون پادشاه رو محدود میکنه نسبت به اختیارات خودش. حالا اون سعی میکنه در باب سلطنت موروثی چند نکته دقیقی رو ذکر بکنه که چرا و به چه دلیل یک حق ویژه برای برخی افراد در یک نظام فکری به رسمیت شناخته شده که اینها حق دارن بر ما حکومت بکنن. ما دلیل ذکر کنیم برای هر چیزی. این دلیلی که اون میآورد اینه: انسان در اصل برابر آفریده شده است و برابری را اوضاع و احوال بعدی نابود میکند. یعنی چی؟ حرف بسیار دقیقی است.
یعنی اگر شما به جوامع نگاه بکنید، انسان ها برابر به دنیا میان. یعنی بچه یک کارگر از نظر میزان دانش و فهم با بچه یک آیت الله العظما فرقی نمیکنه در بد به تولد. میزان دانششون یک، میزان معلوماتشون یک، میزان معرفتشون یک. هر دو وقتی میخوان گرسنگی خودشون رو به اطلاع مادر برسونن گریه میکنن. اون بچه آیت الله العظما روایت نمیخونه که مادر به من شیر بده، نه. اما به مرور زمان هست که داستان تغییر پیدا میکنه. به چه نه؟ به این دفعه که اگر اون کارگر بعدن تبدیل بشه به یک پادشاه، فرزند او هم جایگاهش دگرگون میشه از نظر موقعیت اجتماعی. یعنی جایی که انسان را اگر بدون موقعیت‌های اجتماعی ثانوی در نظر بگیرید، همه برابر. به مرور زمان داستان تغییر کرد. یعنی خاندان قاجار اگر آقا محمد خانی نبود، مثل بقیه قبایل و ایلات بودن، زندگیشون رو میکردن و میرفتن، برابر با بقیه مردم بود. اما اوضاع و احوالی رخ داد که یک شخص به دلیل لیاقت، توانایی، شایستگی، شانس، اقبال، هر چیزی به قدرت رسیده، و ناگهان اوضاع دگرگون شد. توماس پین داره به این مسئله اشاره میگه پس هیچ کس حق ذاتی برابری رو نمیتونه نفی بکنه، میگه همه برابرن. اقدامات بعدی هست که سبب تمایز میشه. بعد ادامه میده ایشون، همانطور که برتری دادن یک انسان بر سایر انسانها را نمیتوان بر اساس برابری حقوق طبیعی توجیه کرد، بر پایه کتاب مقدس هم نمیتوان توجیه کرد. داره برای اون بخش دیندار جامعه هم توضیح میده. شما فکر نکنید این فقط یه بحث عقلی است، متون دینی هم اون رو قبول داره. خب آره، ادامه میده بحث رو به حکومت. وقتی این مسئله عدم برابری رو در حکومت‌های سلطنتی ذکر میکنه، میگه اولین بدیشون اینه که در سلطنت موروثی اوضاع و احوال بدی رو، یعنی برتری یک خانواده که بعداً حادث شده، به عنوان یه اصل در نظر میگیریم. این بدی یه مشکل دیگر هم داره که سبب دوام اون میشه. میگه به بدی حکومت سلطنتی جانشینی موروثی را هم افزوده ایم، و همانطور که اولی تحقیر و تنزل خود ماست، دومی که به عنوان حق تلقی می شود، یعنی حق حکومت فرزندان من بر شما، توهین و تحمیلی به نسل آینده ماست. زیرا همه انسان ها در اصل برابرند و هیچ کس به صرف تولد نمی تواند به خود حق بدهد که خانوادهش را برای همیشه بر دیگران ارجحیت بدهد. و حتی اگر شخصی در میان معاصرانش تا حدی به افتخارات دست بیابد، اخلاف بسیار بی‌لیاقت او حق ندارند افتخار او را به ارث ببرند. در واقع بحث توماس پین اینه که من وقتی فرزند هم بر اساس لیاقت خودم، قدرت خودم، توانایی خودم به قدرت رسیدم. بحث لیاقت و توانایی که وبر مطرح میکنه، وبر منظورش از لیاقت و توانایی در چارچوب تخصص، اون نگاه عقلایی است، نه از نظر حضور و قدرت و غلبه. اونها در امر سیاسی معنی مدرن ندارن، اونها مربوط به دوران بربریتن، جایی که یک شخصی یه قبیله قدرتمندی داره و دیگران حاکم میشه. در امر سیاسی مدرن انسان بر اساس لیاقت و توانایی که عرض کردیم میتونه مناصب رو کسب کنه، تصاحب کنه،
لیاقت دارید، علم آموختید، تجربه دارید، میشید رئیس اداره مربوطه، جایی که متناسب با دانش شماست. لیاقت ندارید، نمیشه شمشیر بکشید بگید آقا من رئیس اداره فلان جا خواهم بود. نه، اینا مربوط به دوران بربریت. در دوران بربریت یعنی دوران غیر مدرن، مناسب با پول بود. شما ببینید در دوران قاجار چقدر مناسب با پول بود، القاب با پول بود، عناوین با پول بود. پولی میدادید به اعلی حضرت، ایشون مثلا به شما شیراز رو میداد، شما رو والی خراسان میکرد یا به شما لقب. مهم نبود که آیا شایسته اون منصب هستید یا نیستید. خب توماس پین داره میگه که فرض رو هم بر این بگیرید که یک انسانی خودشو برتر از دیگران میدونه، او این حق رو نداره که برای فرزندان خودش هم یک حقی از قبل به رسمیت بشناسه و اون رو بگیره. در واقع او تعبیر اخاذی ابدی رو در رساله های خودش به کار میبره. میگه وقتی من سلیمان امروز با زور شمشیر بر شما حکومت کردم 20 سال و بعد این حق رو برای فرزند و نوه و بقیه اخلاف خودم به رسمیت شناختم، یعنی از شما دارم حق اخاذی میگیرم، حق اخاذی ابدی مبنی بر اینکه حکومت حق من و خانوادمه، بقیه حقی ندارید. این تعبیر تماس پینه، حق اخاذی ابدی. افتخار دهندگان حق ندارند قوه تمیز نسل آینده را نادیده بگیرند. میگه اونا حق ندارن قوه تشخیص آیندگان را ازشون بگیرن، بگه آقا من جا تشخیص دادم که این آقا و خانوادش بر شما حکومت بکنه. شما فرض کنید آقای فلانی آدم خوبیست، ما مردم امروز پذیرفتیم این آقا، اما چه دلیلی بر این هست که فرزندان ما، نوه های ما مجبور بشن فرزندان اون آقا رو بپذیرن چون پدران ما 100 سال قبل اینو پذیرفتن؟ یکی از ادله‌ای که اندیشمندان اشاره میکنن که شما نمیتوانید نظام پادشاهی رو در صندوق انتخابات قرار بدید همینه، چون مغایر دموکراسی است. شما نمیتونید رأی بدید امروز که آقا ما پادشاهی میخواییم، بگن خب بسیار عالی، اما این پادشاهی به شکل موروثی تا 100 سال 200 سال ادامه پیدا کنه، چون این مغایر دموکراسیه. دموکراسی میگه نه، انسان‌های هر زمانی حق تعیین سرنوشت خودشون دارن، اصلا اونها یه نظام دیگری میخوان. یکی از نقدهایی که بر جمهوری اسلامی هست چیست؟ چون سازوکار رفراندوم پیش بینی نشده که مردم چی میخوان. اونایی که 57 رفتن انقلاب کردن، سال 58 به این نظام رأی دادن، و منی که 59 به دنیا آمدم 42 سالمه، چطور باید تحت اون یاد پدران خودمون باشیم؟ به چه دلیل؟ اونا از ما فهمیده تر بودن؟ چرا صحبت از همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی مقبوله؟ به دلیل اینکه مردم باید نشان بدن که این نظام رو میخوان یا نمیخوان. در سیستم های جمهوری بالاترین رده نظام هر 4 سال انتخاب میشه، یعنی یک همه پرسی است. آقا این حزب رو نمیخوایم، اون حزب رو میخوایم، اون آقا رو نمیخوایم، این آقا رو میخوایم، این گروه رو نمیخوایم، اون گروه رو میخوایم. اما در نظام های سلطنتی، نظام های پادشاهی، کسی حق انتخاب داره؟ الان خانم ملکه الیزابت چندین سال حکومت کرد، یک بارم انتخابات نشد برای ایشون، فوت کرد، پسرش چارلز آمد. کسی در انتخابات شرکت کرد که بگه آقا ما شما رو میخوایم یا نمیخوایم؟ بسیاری از کسانی که زمان سلطنت ملکه الیزابت بودن امروز فوت کرد، اصلا نیستن. اینجاست که دموکراسی معیوب میشه. صحبت از منطق و استدلال میکنیم، منطق بسا اینجاست. اونایی که مغالطه میکنن آقا انگلستانی ها نمیفهمن، انگلیسی ها بلد نیستن، نه، مگه در انگلستان کم خرافات داریم؟
مگه کم سیاست مداران انگلیسی داریم که به باورهای خرافی باور دارن، باورهای سنتی بدون استدلال؟ اینم بخشی از اونه. حالا ریشاش برمیگرده به یه مسئله دیگری که اگر فرصت بشه عرض میکنیم. ما در بحث توسعه یه بحرانی داریم به نام بحران مشارکت. بحران مشارکت یعنی اینکه سیستم برای جذب نیروهای جدید تمایل نداره. یعنی یه گروهی حاکمن، تصمیم گیرندن، امر سیاسی رو اداره میکنن و برای دیگران مشارکتی در امر سیاسی قائل نیستن. احزاب رو حذف میکنن، گروه های دیگر رو حذف میکنن، میگن نه ما فقط فقها بلدیم، ما فقط حزب کمونیست بلدیم، اونهایی که در حزب رستاخیز هستن بلدن، هیچ دیگه بلد نیست. خب اون گروهی که میخواد مشارکت کنه خودش رو کمتر از نخبگان نمیدونه. میگن در بین ما هم اقتصاددان هست، در بین ما هم پزشک هست، در بین ما هم حقوقدان هست، جامعه شناس هست، روانشناس هست. ما میخوایم در این فرایند باشیم. این بحران مشارکت به دو صورت خودش رو نشون میده. یعنی تعارضی که میان نخبگان حاکم و مردم وجود داره. زمانی که هیئت حاکمه در برابر مردم دست به مصالحه میزنه، یعنی اونها رو به نوعی در مشارکت قدرت سهیم میکنه، مردم هم یک قدم عقب میان و میپذیرند که ساختارهایی که چندان خلل ایجاد نمیکنه به اون مشارکت حفظ شه. در اینجا بخشهایی از اون نظام سنتی باقی میمونه، بخشهایی از نظام جدید شکل میگیره. انگلستان محصول این نوع بحران مشارکت، یعنی جایی که در انقلابها مردم وارد شدن، اعیان و اشراف وارد شدن، یک قسمت هم دربار بود. زمانی که جیمز رو اخراج کردن، ویلیام و ماری آمدن، انقلاب 1688 شکل گرفت. در اونجا مصالحه شد. سال 1689 یه قانونی نوشتن که پادشاه اون حق الهی که برای خودش قائله رو باید کنار بذاره، بنشینه کنار، کاری نداشته باشه، مجلس به این شکل باشه و یک مصالحه شکل گرفت. یعنی بحران مشارکت به اون شکل حل شد. ربطی به درستی نظام پادشاهی نداره، نست به اینه که مصالحه ای بین افراد شکل گیره. مثل امروز ما میدونیم دین خرافات، بسیاری از رفتار دین خرافات، اما میگیم وقتی سکولاریسم برقرار باشه دین میره در خانه ها، دین یک امر شخصی میشه. خب آیا دین امر شخصی شد خرافات نیست؟ چرا خرافاته؟ شما روزی 17 دفعه سرت رو به طرف کعبه بذاری خرافات، اینکه قربانی بکنی خدا تو رو ببخشه خرافات، اینکه نذر و نیاز بکنی خرافات. اما ما دیگه با اون بخشش کاری نداریم چون به جامعه خلل وارد نمی. سلیمانی دوست داره روزی 100 رکعت نماز میخواد نصف اموالش رو ببخش به آخوندی، به یه مرکزی ببخش، به جامعه خلل وارد نمیشه، درسته؟ همین دلیل ما به سکولاریسم قانعیم. نهاد پادشاهی در درون اون بحران مشارکت اولیه حاصل همین مسئله است. یعنی نظام هایی که در درون اون مردم احساس کردن که خب پادشاه دیگه بشه یه نماد، یه آدمی بیخاصیت که اون کنار نشسته، کاری به جامعه ما نداره، تو زندگی ما سرک نمیکشه، امر سیاسی ما رو به دست نداره. نظام های پادشاهی به این شکل امروز مشروطه شدن. ما هم در انقلاب مشروطه‌مون به همون سمت و سو رفتیم. یه جایی که مظفرالدین شاهی بود کنار آمد با مردم، مردم هم احساس کردن که خب حالا آدم بدی هم نیست، با ما راه آمده، ما هم با او راه میاییم، تا جایی که به امر عمومی خلل وارد نشه. دومین نوع بحران مشارکت جایی است که هیئت حاکمه نمیپذیره به هیچ عنوان مردم رو، میگه این حق منه، شما هم چه حقی ندارید. در اونجا مردم هم این نظام رو دیگه بالکل غیر مشروع میدونن، ساختارهاش هم باور ندارن، بنابراین شخص پادشاه رو به هر شکلی که شده برمیداره. که در فرانسه یک چنین وضعیت ایجاد شد.
بنابراین بحران مشارکت رو اگر ما بدانیم که خروجیش چه خواهد بود، چون ما 5 بحران داریم برای رسیدن به توسعه: بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران توزیع و بحران نفوذ. این 5 بحران، بحران های رسیدن به یک جامعه توسعه یافتن. بحران مشارکت اینجا خودشو نشون میده و فهم میکنه برای ما چگونه جوامی پادشاهی ماندن و چگونه جوامی جمهوری شدن. هرچند برخی از جوامی پادشاهی به مرور زمان تبدیل شدن به جمهوری. پس این ربطی به این ندارد که اغلای اون جامعه پذیرفتن که آقا این مشروعیت داره، بهتر او بمونه. نه، احساس کردن نیاز نیست حذفش بکنیم. امروز هم بسیاری از روشنگران معتقدن دین حتی برای ذهن هم مخربه، حتی اگر شخصی باشه. ما حالا دیگه نیاز نیست اینقدر وارد جزئیات بشیم و بخوایم ساختارهای قانونی بسازیم که شما اینجوری فکر نکن. نه، اصلا نیاز نیست. اگه خود نمازشو بخونه بخون، هر مسجدی بره بره، صبح تا شب بره تو مسجد بشین. ما تو خیابون حق نداره دختر مردم رو مورد ضرب و شتم قرار بده که حجاب ندادی. جامعه حق نداره مردم رو امر و نهی به جرم شرب خمر 80 ضربه شلاق بزنه. نه، اینجا جلوش وای میستیم. بنابراین در امر اجتماعی یک دیالکتیکی صورت میگیره بین پدیده های مختلف، چون که از نظر ما یک پدیده کم اثر بشه، به نوعی اثرات مخربش خونسا بشه. حالا فوایدی هم که داره برای اون شخص داره. اون شخص با خواندن نماز التیام پیدا کنه. از نظر ما ممکنه خرافی باشه، ولی از نظر او ممکنه چیز بدی نباشه. اونجا تحمل میکنیم. بنابراین نظام های پادشاهی در انگلستان یا در کشور شمال اروپا نظام های تثبیت یافته هستند توسط همون مردم. در نظام های دیگر به دلیل مشکلات ساختاری که نهاد دیانت هم با اون دخیل شد، مشکلات عمده ایجاد شد در ایتالیا، در فرانسه، و بعد مردم به شدت در برابر اون مواضع خاصی گرفتن. شما انقلاب فرانسه را اگر نگاه بکنید، جنبه های ضد سلطنتی و ضد دینیش خیلی برجسته است. دلیلش هم اثر مخرب بیشتر اونها در اون فضاست. اونهایی که در غرب نشستن، هر نقدی که از اسلام میکنیم یا اسلام حراسی میکنن، یه عده‌ای دارن اسلام حراسی میکنن. مگر اونها در سرزمین های اسلامی زندگی میکردن متوجه میشدن که اجرای قوانین اسلامی چند اندازه میتونه وحشتناک باشه. الان جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی مجازات اسلامی رو اجرا نمیکنن، سنگسار نمیکنن، اعدام میکنن. البته رئیس جمهوری اسلامی این کارو میکنه، بعد کشور داریم. این به این دلیل نیست که اسلام گفته نکنید، نه، چون میدونن اگه انجام بدن جوامع غربی اونها رو به نقد میکشن. شما فرض کنید یک جامعه خیالی رو بسازیم که در اون قوانین اسلام مو به مو اجرا بشه، تقریبا نزدیک میشیم به داعش، به طالبان. اصلا فضا برای زندگی تو اون جامعه فراهم نیست. این نکته بسیار اهمیت. خب، افتخار دهندگان حق ندارند قوه تمیز نسل آینده را نادیده بگیرند، هرچند که ممکن است بگویند ما شما را سرور خود برمی‌گزینیم. ما آنها با دادن این افتخار به فرزندشان و به فرزندانشان بی‌عدالتی را بودش می‌گیرند. برخلاف عدالته، من میتونم هر کسی رو، هر نظام سیاسی رو، هر سیستمی رو بپذیرم. ما حق ندارم فضایی رو فراهم کنم که این سیستم سیاسی به فرزندان من تحمیل بشه. یعنی بگم شما باش، بعد از شما این حق به فرزندانت برسه. این نشان میده که من نسبت به فرزندان خودم بی‌عدالتی کردم، چون حق اونها برای تعیین سرنوشتشون رو به رسمیت نشناختم که آقا من دوستم جمهوری باشه، پادشاهی باشه، خلیفه باشه، هر کسی باشه. پس سیستم باید به نحوی باشه که حق اختیار تغییر تصمیم
چه برای شخص و چه برای آیندگان او از او گرفته نشه. به همین دلیلی که نظام‌های پادشاهی موروثی مغایر دموکراسی است، مغایر عدالت و مغایر اصل برابری است، یا همون حقوق بشر. زیرا چون این عهد و میثاقی غیر طبیعی، غیر عقلایی، ناعدالته، شاید در جانشینان آینده آنها را شاید در جانشینی های آینده آنها را تحت حکومت فردی احمق یا رزد قرار داد. منظورش اینه که وقتی من برای دیگران تصمیم میگیرم، خب به لیاقت طرف مقابلم نگاه میکنم، میگم خب این آقا آدم لایقی است، ولی چه اشکالی داره ایشون بشه پادشاه یا رئیس جمهور مادام العمر، هر چیزی، خلیفه. اما مسئله بر سر اینه، وقتی این حق رو برای فرزندان اون آقا قائل میشم، ممکنه فرزند اون آقا این ویژگی های ممتاز رو نداشته باشه، یا آدم احمقی باشه، یا آدم شروری باشه. اگه ما نداشتیم همچین افرادی رو، کسانی که پادشاهان بعضا خوبی بودن اما فرزندان بسیار صفاکی داشتن، تاریخ نه فقط کشور ما، تو به تاریخ روم نگاه بکنید، کنند از این امپراتورانی که فرزندان صفاک داشتن. ما با انتخاب یک پادشاه این حق ناعدالتانه را بدی به فرزندانمون. این ناعدالتی نمیشه به همین شکل تسری پیدا کنه به فرزندان. بعد ادامه میده، پادشاهی از پلیدی هایی است که اگر زمانی برقرار شد به آسانی الغا نمی شود. بسیاری از ترس تسلیم می شوند، سایرین از روی خرافه پرستی اطاعت می کنند و قدرتمندان هم در غارت بقیه مردم با پادشاه وقت سهیم می شوند. این نکته ای که تاماس پین داره اشاره می کنه فقط از اندیشه او هم نیست. لوتین دولا بویتی هم تا حدود زیادی به این مسئله اشاره کرده. یعنی میگه همیشه اولین پایه دشواره، اما وقتی پایه اول نهاده شد، ساختارهایی به وجود میاد که به جامعه سر و شکل میده. یعنی وقتی فرض کنید پدران ما پذیرفتن یک بردگی رو، یک انقیاد رو، اون شخص حاکم یک نظام و سیستمی میسازه که بتونه قدرت خودش رو، مشروعیت خودش رو موجه بکنه. وقتی من به دنیا میام، خب پدر خودم رو نگاه میکنم، تحت انقیاد حاکمی است، حالا اربابی است، هر کسی، و من هم با همون سبک و سیاق و ارزش ها رشد. یعنی همیشه میبینم پدر من جلوی ارباب سرش خمه، جلوی پسر ارباب سرش خم شده است، ارباب او رو به شکنجه میگیره، او رو به کارها و بیگاری های عجیب و غریب وادار میکنه. خب من اینا رو میبینم. جامعه پذیر شدن یعنی همین. کودکان از زمانی که به دنیا میان جامعه پذیر میشن، یعنی ارزش ها و نقش های جامعه در اونها نفوذ پیدا میکنه. درون خانه اولین محیطیه که کودک جامعه پذیر میشه، از طرز لباس پوشیدن پدر، مادر، استگان، نوع حرف ها، نوع روابط، سلسله مراتب، اینکه چه شغلی دارای ارزشه، چه هنری نیکوست، چه نوع حرف زدنی زشته، چه رفتارهای بیهنجاریه، اینها رو در خونه یاد میگیره. وقتی بزرگتر میشه در محیط مدرسه اینها رو یاد میگیره، از طریق آموزش هایی که نظام های اجتماعی و علمی و آموزشی به کودک. وقتی به کوچه و محله میره، همون نظام هایی که همون کودکان در خانه هاشون یاد گرفتن با هم به اشتراک میگذارن، میفهمه که تنها نیست، بقیه هم همینطور رفتار میکنن. اگه من نوع دیگری رفتار بکنم طرد خواهم شد. و همینطور رشد پیدا میکنه.
مقصود تاماس پین در اینجا و افرادی مثل لابویتی در گذشته و همینطور روانشناسان و نظریه پردازانی از بُعد روانی مثل مانس اشبربر و دیگران همینه که انسان در درون یک محیط به راحتی به اون سننها عادت میکنه و کار حاکمان و جباران هم راحته، کار مردم هم دشواره. یعنی دیگه به قدری اون بردگی براشون عادی میشه که دیگه فکر میکنن خب یه امر طبیعیه دیگه. شما اگر برید در 200 سال قبل اگر زنان ما میپرسیدید که چرا اینطوری زندگی میکنید، خب یعنی چی همه همجوری زندگی میکنن، خدا ما رو زن آفریده که تابع مرد باشیم. زندگی های دینی رو بپذیریم، الگویی مثل فاطمه زهرا داشته باشیم. تا بوده همین بوده. اگه ما میتونیم بیایم در امر اجتماعی دخالت بکنیم، خودمون رو از اون جایگاه چرا؟ چون جامعه پذیر کردن زنان با این نوع فرامین و ساختارها شکل میگیره. بنابراین وقتی شخص اولی میاد، روزهای اول دشواره، چون شما میخواید مردم جامعه رو مجاب بکنید به اطاعت از من. اما وقتی دوام آورد، تبدیل به یک رسم شد، از نظر روانشناختی پذیرفتید، از نظر جامعه شناختی پذیرفتید، دیگه نسلهای بعد به اون خلق و خوی اولیه عادت میکنن، میپذیرن، چون تابوده همین بوده برای ما. این است که تاماس پین به این مسئله اشاره میکنه. یعنی جایی که وقتی یک نظام نامناسب ایجاد شد، یه عده خرافه پرستن، میگن آقا یه رو پادشاه یعنی پادشاه ما رو خدا آورد، یه عده منفعت دارن مثل همون نخبگان نکبتسازی که عرض کردم، به اون مسئله دامن میزن، تئوریزش میکنن و مردم هم از سر ترس به دلیل اینکه ساختارهای ایجاد شده، مثل روز اول نیست که چون رو چرا بکنیم، بلکه ساختارها، پلیس، آمران به معروف، دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایجاد شده دیگه، همونقدر دیگه نمیتونیم مقاومت بکنیم، اون مشروعیت رو به چون رو چرا بگیریم. و این ساختار وقتی شکل گرفت، دیگه بیرون اومدن از اون بسیار دشوار میشه. خب این صحبت‌های تاماس پین رو تا اینجا نگه می‌داریم، اما ادامه خواهیم داد این مسئله رو تا برگردیم به اون بحث صلاحیت و توانایی در امر سیاسی که لازمه یک دولت عقلانی است. می‌لرزم تا اینجا تمام. امیدوارم که در سه‌شنبه آینده بتونیم به این بحث ادامه بدیم. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشم، بدرود، موفق باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقل‌ماندگی دارند.